سازمان ملل میگوید بیش از 10 میلیون نفر در سودان اکنون خانه های خود را با ادامه جنگ ترک کردند. همکارم در رابطه با آخرین وضعیت اسفبار سودان گزارشی تهیه نموده که با هم میبینیم. سازمان بین المللی مهاجرت IOM روز دوشنبه به اسوشیتد پرس گفت در حالی که جنگ حدود 1/4 جمعیت سودان را از خانه های خود بیرون رانده، تعداد آوارگان داخلی در این کشور به بیش از 10 میلیون نفر رسیده است. محمد علی ابو ناجلا، سخنگوی سازمان بین المللی مهاجرت در این زمینه گفت که بیش از 2 میلیون نفر دیگر از مردم سودان به خارج از کشور رانده شدند که بیشتر آنان مجبور به پناه بردن به کشورهای همسایه مانند چاد، سودان جنوبی و مصر گردیدند. سازمان بین المللی مهاجرت تعداد مهاجرت و خروج سودانی ها از کشور را 2,800,000 نفر برآورد نموده که قبل از شروع جنگ کنونی خانه های خود را ترک کردند. شهری به اندازه ی لندن را تصور کنید که آواره شده است. این توصیفی است که اومی پاپ، مدیر کل IOM، از وضعیت آوارگان سودان دارد. او در ادامه میگوید این چیزی است که برای شناخت بیشتر همگان از شرایط آوارگان سودانی میتوانیم وضعیت آوارگان سودانی را به آن تشبیه کنیم، اما واقعیت آن است که این جمعیت آواره همواره با تهدید دائمی و آتش متقابل طرفهای درگیر، قحطی، بیماری و درگیری‌های خشونت‌آمیز قومیتی و جنسیتی مواجه است. آخرین درگیری سودان در آوریل سال گذشته زمانی آغاز شد که تنش‌های فزاینده بین رهبران ارتش و نیروهای پشتیبانی سریع شبه نظامی به درگیری‌های شدید در خارتوم، پایتخت سودان و دیگر نقاط کشور منجر شد. این جنگ سودان را ویران کرد و جان بیش از 14,000 نفر را گرفت و هزاران نفر دیگر را مجروح کرد و جمعیت این کشور را تا مرز قحطی پیش برد. ماه گذشته برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد به طرف‌های درگیر هشدار داد که اگر اجازه انتقال کمک‌های بشر دوستانه را ندهند، خطر جدی گرسنگی و مرگ گسترده در منطقه وسیع غرب دارفور و سایر نقاط سودان وجود دارد. اومی پاپ خواستار کمک‌های بشر دوستانه یک پارچه از سوی جامعه بین المللی به سودان شد و گفت که کمتر از 1/5 بودجه‌ای که IOM برای حل مشکلات مردم سودان به دنبال آن بوده است دریافت شده است. این وضعیت پیچیده و اسفبار باعث شده که تعداد آوارگان داخلی در این کشور به بیش از 10 میلیون نفر برسد و حدود 1/4 از جمعیت 47 میلیونی از سودان فرار کنند.